بینندگان عزیز سلام بر شما. تحولات مربوط به دولت جدید آمریکا همچنان در کانون توجهات قرار داره. در این برنامه به سیاست‌های کوتاه مدت و بلند مدت بایدن و موضوعاتی که در اولویت برنامه‌های اون قرار داره می‌پردازیم و همچنین می‌پرسیم سیاست دولت بایدن در قبال رژیم چیه؟ واکنش‌ها و انتظارات رژیم از دولت جدید در ایالات متحده چی هست؟ موضوع حقوق بشر در سیاست دولت بایدن در رابطه با رژیم چقدر جدیه و آیا امکان لغو تحریم‌ها در کوتاه مدت وجود داره؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با دکتر صوفی سعیدی، استاد روابط بین الملل از آمریکا. دکتر سعیدی، به شما خوش آمد میگم. میخواستم ابتدا از تصمیماتی که دولت بایدن در چند روز گذشته اتخاذ کرده برامون بگین و اینکه چه سمت و سویی داشته. بله، اجازه بدین که من خدمت شما و همه بینندگان محترم تلویزیون ایران نظر سلام عرض بکنم. در رابطه با سوال شما، خب خیلی قابل توجه هست که آقای بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا طبق گفته های پیشین خودش قبل از روی کار آمدن کاملا به صحبت ها و قولهای خودش و وعده هایی که داده بود عمل کرد. بلافاصله یکی از نقاط مورد توجه اون که مکررن بهش اشاره کرده بود رو بهش پرداخت و اون هم مبارزه با شیوع پاندمی کرونا ویروس کووید 19 بود که فرمان های اجرایی رو در مورد انجام داده. اجازه بدید من مختصرا توضیح بدم از اهمیت فرمان های اجرایی رئیس جمهور. این فرمان ها در حقیقت حکم و قدرت اجرایی یک قانون رو دارن. یکی از بهترین شیوه‌ای هستش که رئیس جمهور در آمریکا میتونه خیلی مستقیم و خیلی سریع ارجحیت‌های رو و اولویت‌های رو که به نظر خودش در تعیین سیاست مهم هستن برای عموم مردم و منافع ملی به کار ببره و مطرح کنه و اون رو به جریان بیاندازه. این کار رو ایشون در همون فاصله 3 روز اول بعد از مراسم تحلیف ریاست جمهوری انجام دادن. در مجموع 30 مورد فرمان اجرایی رو امضا کردند که 14 تا از اون فرمان ها مستقیما مربوط هست به پاندمی کرونا، طرق جلوگیری از اون، تستینگ و واکسن هایی که باید در رابطه با اون بتونن استفاده کنن برای افراد. و این مفهوم میکنم که کاملا برای همگان مشخص میکنه که وقتی یک اراده در هیئت بالاترین نقطه اجرایی یک دولتی بخواد مسئله کرونا رو جدی بگیره، چطور از لحظه اول به اون میپردازه. بله دکتر سعیدی، شما الان به اهمیتی که بایدن و این امضاهایی که کرده بود که گفتین از 30 تا موضوعی که امضا کرده 4 تاش در رابطه با کرونا بوده، من میخواستم از اولویت های بایدن و دولتش هم در رابطه با 100 روز ابتدای ریاست جمهوریش هم برامون بگین که چی هست و چه سمت و سویی داره اونها. بله، 100 روز معمولا یکی از بحث های شناخته شده در امور ریاست جمهوری جدید هست. برنامه و پلتفرمی دارن برای اینکه اراده خودشون برای مهمترین مسائل کشور در وهله اول اعلام بکنن. در رابطه با 100 روز اول آقای بایدن 3 مورد مشخص رو اعلام کردن، همونطوری که اشاره کردم و توضیح میدم بیشتر در رابطه با مقابله با پاندمی بیماری و ویروس کرونا هست، دوم در رابطه با شرایط اقلیمی هست و مبارزه با مشکلات محیط زیستی، و سوم هم در رابطه با نابرابری و عدم عدالت نژادی که به این 3 موضوعی که مورد توجه بسیار زیاد جامعه آمریکا هم بوده بهشون میپردازن. اقداماتی که در رابطه با بحث جلوگیری از کرونا انجام میدن قول دادن، اعلام کردن که در عرض 100 روز 3 ماه حدود 100 میلیون نفر رو میخوان واکسینه بکنن. مراکز، یعنی کاملا حاضر شده دولت هزینه تمام فعالیت‌های مورد کرونا رو به ایالت‌های مختلف پرداخت بکنه که نگرانی در این زمینه نباشه. مراکز مختلفی رو به جریان بندازن برای اعمال واکسن، واکسینه کردن مردم،
و سوم اینه که یک هیئتی رو تشکیل دادن برای بررسی به اینه که چجوری میتونن تست سریع و گسترده در سراسر کشور رو از افراد به عمل بیارن برای شناسایی بیماری کرونا و مبارزه و پیگیری شدید با اون. بنابراین تمام مسائل مالی، افرادی، انسانی و خدماتی رو حل خواهند کرد. در رابطه با موضوع اقلیمی هم سریعا به اون پرداختن، برگشتن به قرارداد پاریس که در این زمینه دولت قبلی بیرون اومده بود. و سوم هم این که تیم‌های مختلف، هیئت‌های مختلف، سازماندهی‌های مختلفی در رابطه با در سطح کل کشور و ایالت‌های مختلف برای بررسی موارد، موانع و راهیابی‌های مختلفی برای موارد اختلاف بی‌عدالتی و عدم برابری نژادی بپردازن و راه حل‌های موجود در اون ارائه بدن. این سه تا تم اصلی بوده در رابطه با بحث‌های داخلی و صد روز اول دولت آقای بایدن. بله، اگه ممکنه برامون از ترکیب اعضای دولت بایدن هم اینکه چه گرایشی دارن، چه موازی تا کنون داشتن، مشخصا اگه در با ایران هم باشه سپاسگزاریم. خواهش میکنم. بله، خب طبیعتا این ترکیب دولت مورد توجه خاص تمام علاقمندان در رابطه با سیاست دولت جدید آقای بایدن نسبت به ایران هست و اینکه این ترکیب چه کسایی هستن، چه عقایدی دارن و چه خطی رو پیش میبرن. از افرادی که اعلام شدن که هنوز مورد تصویب باید قرار بگیرن، پیشنهادی هستن، ولی خب طبیعتا به نظر میاد که عملی انجام شده خواهد بود. از این میان فقط آقای لوید آستین وزیر دفاع هست که پیشاپیش تایید مورد تایید کنگره سنا قرار گرفته. بقیه هم مورد مصاحباتی در مجلس قانونگذاری آمریکا و صحبت و سوال جواب قرار میگیرن که سنت عادی هست که باید این کار انجام بدن. منتها اون چیزی که برای ما مهم اینه که طی این صحبت ها و سوال هایی که در مجلس قانونگذاری و سنا قرار میگیرند پاسخهای مشخصی هم مجبور شدن در رابطه با ایران بدن که موازشون رو مشخص تر میکنه. آقای انتونی بلینکن از کسایی هست که قبلا هم در دوران اوباما سمت‌های مختلفی رو در امور سیاست خارجه و مشاورت داشته. ایشون وزیر خارجه پیشنهادی هستند که دستی هم مستقیما در پروسه توافق اتمی برجام داشتند. منتها موازه جالبی هست در رابطه با تغییر تحولاتی که رخ داده از 6 سال گذشته که برجام امضا شد تا کنون که در صحبت‌هایشون هم دیده میشه و پاسخهایی که به سنا دادن. به هیچ وجه ایشون در رابطه با تحریم‌ها و برداشتن تحریم‌ها وقتی سوال کردن گفتن به سرعت عمل نخواهد بود. همچنان باید ببینن که ایران ابتدا عمل میکنه به تعهداتی که در برجام داشته تا بتونن بررسی کنن قدم‌های بعدی رو. و طبیعتاً از موضوعاتی که ایشون مطرح کردن، موضوعی که دیگرانی که اسم میبرن در کابینه جدید هم عنوان کردن و نکات اصلی اونها هم بوده و آن اینی که رژیم باید خاتمه بده به فعالیت‌های تخریبی و تروریستیش در منطقه از طریق گروه‌های نیابتی و غیره. رژیم ایران باید برگرده به تعهدات اتمی، دست از غنی کردن به ویژه که تا 20% پیشرفته برداره و اونها رو احتمالاً به عقب برگردونه. در رابطه با فعالیت های تروریستی که اشاره کردم خیلی تاکیدات زیادی کردن که اینا به تخریب و ناپایداری در منطقه داره رخ میده و غیر قابل قبول هست. بنابراین مجموعی از فعالیت ها هستش که هم آقای بلینکن هم خانم وندی شرمن که معاون و نفر دوم وزارت خارجه هستن، ایشون هم در گزار فعالیت های برجام بسیار فعال در دوران اوباما شرکت داشتن. نکته دیگری هم ایشون اشاره کردن، یکی اینه که در صحبت‌هاشون و مصاحبه‌ای که کردن گفتن که مقوله حقوق بشر بسیار مهم است و روی میز خواهد بود که این قبلا این چنین مورد توجه نبود و بهش اشاره نشده بود. البته جزء مفاد مورد انتقادی بود در رابطه با اصل خود قرارداد برجام در 6 سال پیش که چرا اصلا جزء مفادی بود که با ایران صحبت نشد و درخواست نشد که جزء بندهای برجام باشه. نکته دیگه اینه که در مصاحبه دیگری هم ایشون که قابل توجه اشاره کرده خودش گفته که این مصاحبه مربوط به 1 ماه پیش است
که گفته که شرایط به هر حال فرق کرده با زمان برجام. اون مذاکرات و اون صحبت هایی که در اون دوران انجام شد یک چیز و یک مقوله بود مربوط به اون تاریخ و تحولات اون دوران بود، ولی ما 6 سال بعد تحولات دیگری را هم به همراه دیدیم که باید در نظر گرفته بشه. از کسای دیگری هم که بسیار نکته مهمی مطرح کرده در این رابطه خانم جنت یالن هست، وزیر پیشنهادی خزانه داری. ایشون خیلی قاطع و سریع گفته که ما اصلا مقوله تحریم برگشتن و اینی که ببیجه با در نظر گرفتنی که بندهای بسیاری از تحریم ها از طرف وزارت خزانه داری آمریکا داره اعلام میشه و ایشون در مسند کار باید و گفته من اینها رو مرور میکنم دقیقا به خاطر اینکه مطمئن بشم که اینا رو دارن بهش متحدانه عمل میکنن، منظورشون ایران هست. و اینی که ایشون اظهار کردن کاملا معتقد هستم، نقل قول میکنم، که دولت ایران حامی و بزرگترین اسپانسر تروریسم در جهان هست و اینی که به هیچ وجه ایشون برداشتن تحریم ها رو الان امر عملی نمی بینن، فقط بررسی می کنن تا خودشون به عنوان نفر جدید وزارت خزانه داری مسلط بشن به اینی که مجموعه تحریم ها چیست و چجوری به اون ایران پایبند هست. آقای لوید استن هم وزیر دفاع در مراسم تحریف و صحبت سوال جواب سنا خیلی مشخصا گفتن که ایران رو یک تهدید میبینن، به ویژه که من فکر میکنم نقطه نظر تخصص جنرال آستین به عنوان یک فرد نظامی و تسلط کاملی که به وضعیت نظامی رژیم داره و تهدیدی که هست خیلی مهمه. ایشون گفتن اتفاقا اصلا آرسنال یعنی مجموعه تسلیحات رژیم، مجموعه سلاحهای نظامی که ایشون اطلاع دارن یک پهنه بسیار وسیع و گسترده رو در بر میگیره که مقاله بسیار نگران کننده است، به ویژه به خاطر اینکه اطلاع کافی داریم از اینکه ایران چه جور تهدیدی هست برای نیروهای آمریکایی در منطقه و به ویژه دولت‌های حامی و هم فکر آمریکا در منطقه، اشاره دولت‌های عرب و دیگران است. من فکر می‌کنم یک سریعا اشاره کنم به خانم آبیل هاینز هم که نفر جدید اطلاعات مدیر اطلاعات عمومی امنیت عمومی هستند که ایشون هم در کابینه های قبلی فعالیت داشتن دوران اوباما. ایشون هم اعلام کردن به هیچ وجه مسئله برداشتن تحریم ها مسئله سریعی نیست. من فکر می کنم که وقت اگر بود که من بیشتر بگم بهتون، ولی آخرین هم که اشاره کنم از سخنگوی کاخ سفید هست که خانم جین ساکی هست که ایشون هم دقیقا گفتن که آقای بایدن و دولت آقای بایدن ابتدا خواستار این هستن که رژیم ایران برگرده و تمام تعهدات خودش رو بپذیره، دست از یاوهگری و ناپایداری در منطقه و فعالیت تروریسمی برداره و همچنین فعالیت موشکی رو قطع بکنه تا ما بتونیم که اصلا وارد هر گونه صحبتی بشیم و بررسیم. بله خیلی ممنون. تعدادی کامنت رو بخونیم از نکات بیننده هامون. دکتر سعیدی هموطنی گفته که برگشت به برجام بستگی داره که تحولات به کدوم سو کشیده بشه. بزرگترین مشکل بایدن فضای منفی سیاستمداران آمریکا نسبت به رژیم ایرانه به خاطر فعالیت‌های اتمی و تروریستیش توی منطقه. بیننده دیگه گفته که این مردم ایران هستن که نقش بزرگی در تحولات روز ایران دارن. سیاست‌های خارجی تحت تأثیر تحولات داخلی هستن. بیننده دیگه گفته که این بار برای مذاکرات با رژیم ایران باید آشکار باشه و پولی نقد در کار نیست و زمان برای به نتیجه رسیدن مذاکرات رو نمیشه مشخص کرد. من میخواستم در طرف مقابل یعنی از سمت رژیم هم از شما بپرسم که اونها رژیم نسبت به دولت بایدن چه نظری داره، چه انتظاری داره و چه مواضعی داشته؟ بله ببینید، یک موازی اظهار شده هست، یک موازی هست که ما از خلال صحبت‌های خودشون در رسانه‌های مختلف به باندهای مختلف از صحبت‌هایی که در موازین قانونگذاری کردن و چیزایی که درج کرده و خودشون گفتن داریم و این هم من از دو مورد به این پاسخ میدم. تا اونجا که به داخل رژیم برمیگرده من فکر می‌کنم خیلی مشخص‌تر برای هموطنان ما داخل ایران و ناظران سیاسی و مقاومت ایران طبیعتاً که کاملا مسلط هستند به وضعیت دو قطبی بودن درون رژیم که این از داله بر جنگ های داخلی اینها، جنگ های باندی هست و نشون میده که همچنان این تا اونجا که برمیگرده به مسئله دولت جدید آقای بایدن و سیاست آمریکا در رابطه با ایران و خواسته هاشون این کاملا نموداره.
اون چه که از صحبت اونها برمیاد ما میتونیم کاملا بگیم، واقعیتش اینه که همچنان باند به اصطلاح اصلاح طلب روحانی و ظریف در مقابل بحث های خامنه ای و انقباضی که اون در پیش گرفته قرار گرفتن. درون خودشون خب طبیعتا الان صحبت و این بنبست فجیعی که درش گیر کردن وجود داره و اونم این هستش که هرچند که روحانی و ظریف علی رغم صحبت ها و مصاحبه هایی که در ماه های گذشته کردن، چه قبل از روی کار آمدن آقای بایدن و چه بعد از اون، اینها خواستشون این هست که به هر حال در صحنه بین المللی یک انعطافی به خاطر اینی که این تحریم ها رو بردارن نشون بدن. راه حلش هم ندارن، اما در صحبت های درونی احتمالاً صحبت های پیشنهادی این بوده که خامنه ای شدیداً با اون مخالفت کرده، چون طبیعتاً حتی اگر برگردیم به خواسته آمریکا، یکی از خواسته ها که دست از حمایت از نیروهای نیابتی برداره در منطقه، که طبیعتاً ما میدونیم چه خرجی داشته برای از کیسه مردم ایران و چه کشتاری به همراه داشته، از دید خامنه ای اینها نیروهایی هستند که تحت ولایت فقیه در منطقه دارن عمل میکنن و اعمال نفوذ میکنن و اون نمیتونه و نمیخواد که از حمایت اونها دست برداره. این خودش فقط یک جنبه از این بنبست رو به شما نشون میده. بنابراین اون این راه حلی رو هم ارائه البته نداده، ولی اون چه که ما میتونیم بگیم در رابطه با سوال شما و جنبه بیرونیش که اون هم باز من فکر میکنم برای همگان الان مشخصه، دلالت برای یک بنبست عمیق داره. یعنی دیگه من فکر میکنم از جنگ گرگ ها و جناحی و جام زر خوردن ما رو میبره به سمت واقعا شرایط کاملا انقلابی و تغییر رژیم به دست خود مردم ایران. همینه که یک مقاله هم جواد ظریف چند روز گذشته در روزنامه فارن پالیسی نوشته و در اون اومده باز هم صحبت های خامنه ای گونه رو عنوان کرده، یعنی به عنوانی که ما در سر بحث برجام رو ابتداعا تا وقتی که آمریکا تحریم ها رو بر نداره بر نمیگردیم و تازه بعد از اونم که تحریم ها برداشته بشه دست بالا رو گرفته و گفته که ما باید بررسی کنیم، ما و دیگر اعضای گروه برجام، کشورهای اروپایی، چین، روسیه، ببینیم که آیا آمریکا میتونه خودش برگرده دوباره به مذاکره یا نه. بنابراین این بنبست کنیم مشخصه، خواسته آمریکا رو ما در صحبت های قبلی اشاره کردیم، صحبت انقباض و درگیری جناحی داخل رژیم رو هم داریم، میبینیم که چجوری داره پیش میره و هیچ راه حلی در اون ندارن و واقعیت هم این هستش که تحریم ها برداشته نمیتونه بشه به خاطر اینه که الان سیاست ماکسیموم فشار اهرم های بسیار جدی و پر اهمیتی رو به دولت آمریکا داده که بتونه سیاست ایران رو پیش ببره و در این حال نمیخواد اون رابطه با رژیم از دست بده و این هم موضعی هست که فعلا، یعنی منظورم چند روز پیش است که جواد ظریف پیش پا گذاشته تا ببینه که مزنه رو ارزیابی بکنه در صحنه سیاسی آمریکا که آیا میتونه که با این جلو بره و یا پاسخهایی که دریافت میکنه چیه. ما داره. میدونیم نهایتا، من فقط سریع اشاره کنم، خانم شرمنم در صحبت مصاحبه یک ماه پیشش گفته بود خوب میدونه، چون خانم شرمن در تمام مذاکرات اتمی نقش تعیین کننده داشت، اون برگشته به گفته بود که من اینو یک ماه پیش حد زده بودیم، خانم گفته بود ما حد میزنیم اگر دولت جدید وارد صحبت با ایران و بحث های اتمی بشه، یکی از اتفاقایی که خواهد افتاد این هست که ایران سنگین تر برای مذاکره، دست قوی تر هم حتی میاره جلو وارد میکنه تا بهش کمک بکنه برای اینی که بتونه یک مذاکره بکنه. اون اخلاقشون اینه. بنابراین اینها میتونه همه حرفای بی ربطی باشه چون میدونن که نقطه ضعف قرار گرفتن. بله دکتر سعیدی، همین موضوع ظریف رو که الان شما گفتین، من اتفاقا می‌خواستم همینم ازتون بپرسم که بالاخره این تهدیدی که رژیم میکنه، مثلا ظریف که الان شما اشاره کردین گفته ما اگه تا ماه فوریه تحریما رو برندارن خب به غنی سازی رو افزایش میدیم، بازرسی‌های بین‌المللی رو محدود میکنیم، این تهدیدات رژیم چقدر جنبه واقعی داره؟ این رو شما چطور میبینید؟ من فکر میکنم اصلا جنبه واقعی نداره. البته من فکر میکنم طبق صحبتی که کردیم من اونو بس میدم، چون اینجا توی چارچوبی رو برای ما در رابطه با رفتار رژیم و نحوه برخوردش با دولت جدید آقای بایدن مشخص خواهد کرد. چارچوب رفتار رژیم یه مقداری از باجگیری ها هست، اینا همه
تحت عنوان مذاکره کردن، این که دستش پر باشه، یه چیزی تو دستش باشه که بیاد سر میز. توجه داشته باشین که چرا این نیاز رو احساس میکنه. به خاطر اینه که بیش از هر کسی برای دولت آمریکا که مسلط است به تمام اطلاعات امنیتی منطقه‌ای، تمام اون چه که باید در رابطه با رفتار گذشته، حال و آینده رژیم بدونه، رفتار تخریبیش، و دولت آمریکا دولتی است که طبق تمام کابینه‌های مختلف جمهوری‌خواه و دموکرات در طی چندین دهه گذشته خودش اومده و دولت ایران رو، همین دولت دیکتاتوری مذهبی ملایان رو، به عنوان بزرگترین اسپانسر تروریسم با مدارک اینها رو به جهانیان شناسونده. بنابراین اون چه که در رابطه با رفتار ایران هست و رفتار تخریبی، فعالیت تروریستی ضد حقوق بشری اون در منطقه و در ایران، اینا بهش مسلط هستند. تمام اینها مفادی بوده که در قانون ضد تروریسم دولت پیشین آقای ترامپ و مجموعه ای از هزار چندی تحریم رو برای ایران روا داشته که اینا همه با مدرک و استناد بوده. بنابراین این اطلاعات رو دارن در رابطه با ایران. ایران اگر بخواد که وارد هر صحبتی بشه، نمیخواد از موضع به اصطلاح ضعف وارد بشه. مجموعه فعالیتی که داره میکنه، قانون بی‌معنی که اینها، شما بهش اشاره کردین که گفتن سوم اسفند ماه هم موردش میشه که به اعمال به اجرا در بیاد، از همین جمله به قول معروف ادعاهای بی ربط رژیم هست برای اینه که بیاد به صحنه بین‌المللی، بیشترم به آمریکا بگه که ما اراده خودمون داریم، ما خودمون قانونهایی داریم، ما خودمون موافقیم یا مخالفیم، در حالی که در عمل تا اونجا که ما دیدیم در 4 سال گذشته محلی از اعراب نداشت و اینا نمیتونستن جنب بخورن و اینا هم البته طبیعتاً باعث بانش خودش هستن. اما این چارچوبی که ارائه دادم اینه. من انتظار دارم که تو ما بیشتر از اینها هم از این رقم رفتارها ببینیم که شاید بتونه امتیازی برای یک نوع مذاکره در آینده بگیره. بله دکتر سعیدی، یک سوال پایه‌ای وجود داره، اونم با اومدن دولت جدید بایدن، آیا امکان لغو تحریم ها در کوتاه مدت وجود داره، این فشاری از رژیم برداشته بشه، و از اون طرف هم رژیم چه اقداماتی مشخصا باید انجام بده تا بایدن و دولتش راه باز بشه و بتونن تحریم ها رو لغو بکنن؟ بله، دو تا جنبه داره این رابطه با سوال شما، پاسخش دو جنبه داره. یکی این که صحبت هایی هست که من مستقیما به برخ از اون اشاره کردم، ولی در رابطه تیزتر اشاره خواهم کرد، در رابطه با خود مسئولین پیشنهادی جدید دولت آمریکا و موضعی که گرفتن، ابتدا از خود آقای بایدن رئیس جمهور گرفته تا بقیه کابینش در همین مورد، و تمام این صحبت ها اگر بخوام به طور مبسوط ارائه کنم، که تمام اینا البته در مصاحبه هاشون و در سوال جوابی که در همین رابطه ازشون در جلسات کنگره و سنا ازشون شده در هفته اخیر، کاملا مشهوده و مستنده، و اینا هم برمیگرده به پاسخ مشخص اونها، اینه که به هیچ وجه به زودی این کار انجام نخواهد شد و ما به هیچ وجه هم تحریم ها رو اصلا وارد برداشتنش هم نخواهیم شد، تا اینکه ما ببینیم ایران اراده خودشو و تعهد خودشو برای ایفا کردن وظیفه خودش در رابطه با تعهدات اتمی عملا نشون میده، چون مشخصه که ایران حتی در رابطه با غنی‌سازی هم سرپیچی کرده و فعالیت های تخریبیش هم هنوز ادامه میده. بنابراین این موضوع مشخص اونا هست که هیچ به هیچ وجه هیچ صحبتی در رابطه با برداشتن تحریم ها نکردن. جنبه دوم نکته که میخواستم عرض کنم، مقوله پراتیک این قضیه هست. حتی اگر در آینده هم بخواهند که اینا اصلا نمیتونن واردش بشن، به خاطر اینکه این چند هزارندی تحریم هایی که شده خیلی مشخص و حساب شده وارد تعبیه شده در قوانین ضد تروریسم و تمام اینا با مدارک و دلایل کافی و در رابطه با فعالیت های تروریستی رژیم همه تعبیه شده در این قوانین. بنابراین اینا خب طبیعتا یک دولت آقای ترامپ ممکنه کابینه عوض میشه، اما قانون اساسی که عوض نمیشه، قوانین که عوض نمیشن به اون راحتی، تا وقتی که اینا بتونن ثابت بکنن. رژیم ایران هم که رفتارش عوض نکرده، بنابراین به هیچ وجه دستبستگی هم خواهد داشت دولت جدید آمریکا که تغییری در اینا ایجاد بکنه، چون نمیتونه رفتار رژیم رو
جز این ببینه و رژیمم حاضر نیست عوض بکنه رفتارش، همونطوری که عرض کردم خدمتون، موضع‌گیری خامنه ای موضع‌گیری جناحی نیست که تغییر رفتار بدن. بنابراین در این بنبست و تقابل به هیچ وجه این رو ما در حتی مایه عملی هم در جزء اراده و خواسته دولت کنونی آمریکا نمی‌بینیم. بله دکتر سعیدی، به سمع شما برسونم که تعداد زیادی از هموطنان سوالاتی مطرح کردن که تلاش کنیم تو این فرصت کوتاه به تعداد بیشتری از اونا برسیم. من ابتداشو میخونم. هموطنی در ابتدای برنامه پرسیده بود که به نظر میاد که بایدن خواهان ادامه راه اوباماست که همون مماشات با رژیمه. خود رژیم و خامنه ای هم خوب میدونن که بعد از مواضع خودشون پایین بیان. پرسیده گفته آیا رژیم توان انعطاف داره؟ از چه موضعی میتونه وارد مذاکره بشه چون نمیتونه از پروژه اتمی و موشک های بالستیک و حقوق بشرش بگذره؟ رفته شما توضیحاتی دادین ولی با این حال برای پاسخ به اونها اگه به اونها خواهش بازش میکنم. نه صحبتشون البته نکته که خب سوال همگان هست، به خاطر اینکه نوع کابینه و ترکیب کابینه که الان روی کار اومده خب بیانگر این است که این افراد همشون دست داشتن در توافق اتمی و موازشون مواضع بیشتر از این جهت بوده که به سمت صحبت و مذاکره برن با رژیم. اما واقعیت امر اینه که رژیم اهل مذاکره نیست، رژیم اهل این نیست و توانش رو نداره، به دلایل ایدئولوژیکی خودش، به دلایل وضعیت دیکتاتوری خودش، تا اونجا که به ولایت فقیه دیکتاتور خامنه ای برمیگرده و مواضع اعلام شدهش و نهایتا در نوک هرم قرار داره. و این مسئله رو من اتفاقا اشاره میکنم به هموطنمون و دیگران، من فکر میکنم یکی از بهترین توضیحات مبسوط رو، چون یک برنامه تلویزیون ایران آزاد به این اختصاص داده شده بود، من فکر میکنم یکی از مشخصترین بحث ها رو خود آقای هادی روشن روان کردن در این زمینه. من واقعا فکر میکنم یک توضیح بسیار بسیار عالی ارائه دادن در این زمینه. من فقط برای اشاره هموطنمون سرش رو اشاره میکنم که واقعیتش اینه که این همونی که خود رژیم گفته، شرایطی نیست که بخواد رژیم تقریبا خودش رو به انعطاف داشته باشه، در توانش نیست و در اراده و خواستش نیست، همونطور که خود ایشون هم توضیح دادن مشخصا در رابطه با خودکشی قبل از مرگ رژیم. حتی ما از شرایط اینی که بخواد جام زهر رو بخوره دیگه گذشتیم. این اون چه که دستگاه کنونی رژیم در این مملکت باش مواجهه، این دیکتاتوری به این مرحله از شرایط انقلابی رسیده و اراده مردم خواهد بود طبیعتاً و خواسته اونها که این تغییر رو واقعا به این کبریت آتش بزنن. بله. اما بازم میگم این در توان رژیم نیست. بفهمید. بله خیلی ممنون دکتر سعیدی. هموطنی گفته که برداشتن محدودیت ویزا برای 7 کشور مسلمان و آزاد شدن ویزا، آیا این امکان رو به کارگزاری رژیم نمیده که به سوی آمریکا سرازیر بشن با آقازاده هاشون و پولهای مردم و مثال اوباما رو زده؟ نظر شما رو. خوشبختانه در دولت، خب بله یک چنین سوال خیلی موجه هست، اما خوشبختانه در 4 سال گذشته دولت آقای ترامپ یکی از مسائل بسیار جدی و مهم روی میزشون بود که به اون کاملا پرداختن و در رابطه با همین بحث آزاده ها، وجودشون، بودنشون، سرمایه هایی که از ایران خارج شده، سوال بسیار مشخصی رو از مسئولین دولت کردن و پاسخ های خیلی خوبی هم دریافت کردن. خوشبختانه کار تحقیقاتی شناسایی اون شده. انبوهی از این افراد که مایه نگرانی هستن که ممکنه بخوان ویزا بگیرن بیان، از قبل و پیشاپیش الان تحت به عنوان فرد تحت تحریم خزانه‌داری آمریکا و دولت آمریکا قرار دارن که به هیچ وجه نمیتونن جنب بخورن. یادمون نره که خود ظریف خودش مورد تحریمه، بنابراین افراد مشخصتری رو اینها همه رو در این طبق این قوانین ضد تروریسم در مورد تحریم قرار دادن که نمیتونن بیان. لیست بسیاری و انبوه دیگری از کسانی که مورد نظرشون هست هم موجود هست. من فقط سرگن اشاره کنم که برای ورود به اینجا هم به این راحتی معقوله، همونطور که حتما هم وطنانمون مطلع هستن، خودشون این نیست که بلیت بگیرن و بیان چون یک قانون برداشته شده. به محض که وارد بشن در سیستم های دقیق چک امنیتی و کنترل که کامپیوتریزه هست و اطلاعات سراسر دنیا امنیتی تمام کشورها به هم دیگه وصل هست، میتونن که مشخص کنن چه کسایی رو باید مورد بازخواست و بررسی بیشتر قرار بدن قبل از اینکه اجازه ورود بهشون بدن. بله خیلی ممنون. بیننده پرسیده گفته که تمامی کشورهای اروپایی و چین به قدرت رسیدن بایدن رو به خاطر محدودیت‌های قبلی در تجارت تبریک گفتن و این یعنی از دست ندادن هیچ نوع بازار اقتصادی در تمامیت جهان. پرسیده گفته آیا این دلیلی نیست برای آمریکا
که به سیاست اروپا درباره ایران نزدیکتر بشه؟ ببینید، نکته هموطنمون در رابطه با قراردادهایی بود که ایشون ابتدا گفتن قراردادهای اقتصادی با آمریکا در رابطه با چین. این معقوله کاملا جدای است از روابط سیاسی بین این دو تا کشور. در کل ماجرای روابط بین الملل، معقوله که مهم هست و مکررن در همه جا شما میبینید و به اون اشاره میشه در سطح دولت ها و افراد و حتی در مقاله های تحلیلی، اشاره میکنن به منافع یک کشور از لحاظ امنیت و صلح در رابطه با یک کشور دیگه. بنابراین اگر که همونطور که ما میبینیم منافع امنیتی دولت آمریکا در منطقه خاورمیانه و منافع همپیمانان اون که اینجا میره توی چهارچوب ژئوپلیتیک قرار میگیره، یعنی سیاست منطقه‌ای، بنابراین اینها میشه یه تهدیدی برای دولت آمریکا و اونجا هستش که به هیچ وجه چه در رابطه با روسیه و چین کوتاه و یا هر کشور دیگه ای نیومدن و نخواهند آمد. اینها میتونن که دیگه برای هر دور و هر موقعی هر نوع مفاد قرارداد اقتصادی و هر نوع دیگری رو هم موکول کنن با آینده تا اونچه که خواستشون هست در رابطه با منافعشون ایجاب بشه و به دست بیاد. بله، بیننده پرسیده گفته که چرا ایران اینقدر اصرار داره و میخواد به سرعت مذاکرات صورت بگیره؟ اگه رژیم میتونه به سلاح اتمی دست پیدا کنه، چرا میخواد قبل از دستیابی به سلاح اتمی مذاکره کنه؟ یکی از دلایلی که رژیم خیلی اصرار داره این که فکر میکنه که الان تا تنور داغه من میتونه منافع خودم رو به زمین بشونم و خواستم از اونا بگیرم. اینها بیشتر سرعت عمل رو برای این میخوان که تحریم ها برداشته بشه، چون میبینن که با یک نارضایتی عمومی مواجه هستن، هم به دلایل وضعیت فجیع اقتصادی، مجموعه از عدم مدیریت ها، فساد های اداری، بیکفایتی، اصلا حقوق بشر برای اینها در زمینه مخدرات اونها هم نیست، حقوق شهروندی که کاملا در لیست اونها وجود نداره و به طور واقعی این هستش که ما این در صحنه چند صد هزار، بیش از 200 هزار هموطن با ارزش گرانقدرمون در ایران به خاطر همین بیکفایتی ها و عدم توجه ها در اثر بیماری ویروس کرونا جانشون رو از دست دادن. به راحتی من میتونم بگم که هموطنان ما داخل ایران خیلی خوب میدونن با چه سیستم بیکفایت ضد انسانی مواجه هستن. بنابراین این تحریم ها باعث شده که شدت بیشتری هم پیدا بکنه بیکفایتی اونها و ترس سرنگونی که خیلی خیلی واقعی هست و شرایط انقلابی و انفجاری جامعه رو که ما دیگه در صحنه تظاهرات مختلف و کشتارهای بیرحمانه رژیم دیدیم و فعالیت‌های کانون شورشی که عملاً هموطنان ما رو در این صحنه دارن یاری میکنن، ما میتونیم ببینیم که این مجموعه شرایط است که باعث میشه که همین رژیم و همین دست اندرکارانش هم ظریف سریعاً وارد با دست پاچکی بشن که با گدایی، در حقیقت مقاله‌ای که جواد ظریف هفته پیش در فارن پالیسی به اصطلاح میخواست از موزه قدرت بنویسه، در تمام تحلیل‌ها به عنوان یک موزه گدایی از اینی که آیا خواهش میکنم برگردید به برجام که این تحریم ها برداشته بشه، که البته صحبت شو کردیم و بله، در چشم انداز نیست. بله دکتر سعیدی، یه موضوع شما اشاره کردیم، اونم صحبت خانم وندی شرمن بود که علاوه بر موضوع هسته‌ای و دخالت های منطقه رژیم به موضوع حقوق بشر هم اشاره کرده بود. ممکن اینم کوتاه پاسخ بدین که خب این موضوع، یعنی موضوع حقوق بشر، چقدر به لحاظ سیاسی و حقوقی میتونه تاثیرگذار باشه در سیاست های دولت جدید آمریکا با رژیم؟ مقوله حقوق بشر یکی از بحث‌های بنیادی هست که حداقل در باید بگیم در طی ده همیشه چندین دهه در بحث‌های دموکرات‌ها وجود داشته. من فقط سریع اشاره کنم که ما نمونه عملی این رو در رابطه زمامداری کارتر دیدیم، موقعی که اشاره می‌کردن به رژیم سلطنتی دیکتاتوری پهلوی در یکی از جلسات و مهمانی‌های کارتر و شاه به عنوان جزیره ثبات در خاورمیانه، با در نظر گرفتنی که در اون دوران و روابط امنیتی و روابط بین محوری آمریکا و ایران، ایران یکی از کشورهای مهم بود براش در منطقه خاورمیانه در دوران کارتر،
این اشاره شد، اما وقتی که کارتر با سیاست خارجی که در اون حقوق بشر رو عنوان کرده بود و اهمیت داده بود که باید هم میداد، یکی از مهمترین و یا اصلی ترین پارامتری بود که این سیاست در رابطه با رژیم سلطنتی کاملا عوض شد و عامل تعیین کننده بود در رابطه با انقلاب ایران و اون حمایت هم برداشته شد از رژیمی که مرتکب نقض مکرر حقوق بشر در رابطه با هموطنان ایرانی شده بود. بنابراین این یک مسئله بسیار جدی و مهمی هست برای من، فکر کنم به ویژه همه هموطنان و همه ما که در این زمینه فعالیت داریم و میخوام که هرچه زودتر این رژیم تغییر پیدا بکنه و خواسته و اراده مردم به عنوان یک دولت حاکم مردمی، همطوری که مقاومت ایران هم پشتیبانی کرده، یاری کرده و عنوان کرده و حتی به بهترین وجهی در برنامه 10 ماده خانم رجوی مطرح شده، تمام این خواسته ها رو بیاریم و به کرسی بشونیم و آینده دموکراتیک داشته باشیم. این یکی از بهترین مفادی هستش که عنوان شده و باید تاکید بیشتر روش بکنیم. بله، خیلی ممنون دکتر سعیدی. متاسفانه به انتهای فرصت این برنامه رسیدیم. اجازه بدین قبل از تشکر از شما، از بینندهایی که نرسیدیم کامنت ها و سوالاتشون رو بخونیم و پاسخ بدیم، از اونا عذرخواهی کنم. از شما هم خیلی سپاسگزارم به خاطر اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و شرکتتون. خیلی ممنون و خدا نگهدار شما. با تشکر از شما. خیلی ممنون، خدا نگهدار.